28 روز شهریور ماه برابر با 19 سپتامبر سال 1333 خورشیدی برابر با 1954 میلادی، امضای قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم بین المللی نفت که شامل 51 ماده و 2 ضمیمه مربوط به غرامت شرکت نفت انگلیسی و مالیات بر درآمد توسط علی امینی و سهام السلطنه بیات به امضا رسید که در نتیجه آن کنسرسیوم از جانب شرکت ملی نفت ایران به انجام امور اکتشاف، استخراج و پالایش می پرداخت. این قرارداد سرانجام در 29 مهر همان سال با 113 رأی موافق از 120 رأی مأخوذ در مجلس دوره 18 تصویب شد. سال 1335 خورشیدی برابر با 1956 میلادی، در گذشت ریچارد لاجی بیرد، مخترع اسکاتلندی تلویزیون که از جوانی با برپا کردن کارگاهی کوچک به آزمایش‌هایی درباره نور و نورافکن پرداخت، وی همزمان به تحصیل در رشته برق نیز مشغول شد و پس از آن تلاش کرد تا فیلم ناطق و روش انتقال عکس به وسیله نیروی برق را اختراع نماید. او پس از کوشش‌های فراوان موفق شد تا به آرزوی دیرین بشر که دیدن تصاویر و اشیا به وسیله عکس از راه دور بود جامعه عمل بپوشاند. بیرد در این زمان اولین تلویزیون ابتدایی و ساده را اختراع کرد و توانست تصویر یک صورت را از اتاقی به اتاق دیگر منتقل سازد. وی در جریان همین آزمایش که با نیروی برق صورت گرفت یک دستش را از دست داد. با این حال تلاش‌های بیرد در سال‌های بعد افزایش یافت. وی در نهایت توانست اولین تصویر تلویزیونی را برای انجمن سلطنتی انگلیس در لندن به معرض نمایش گذارد و مورد تشویق فراوان قرار گیرد. با این حال وی کوشش کرد تا اختراعش را کامل‌تر کند و همین تلاش‌ها هم بود که سبب شد تا تلویزیون بعدیش مورد قبول یکی از رسانه‌های خبری قرار گرفت. بیرد همچنین پس از نمایش اولین تلویزیون رنگی موفق شد تا تصاویر سه‌بعدی رنگی را با صدایی مناسب تولید نماید. سال 1384 خورشیدی برابر با 2005 میلادی، در گذشت حسین بیکزاده شکویی، چهره ماندگار جغرافیای ایران که در شهر تبریز دیده به جهان گشود. او پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در مدرسه شمس وارد دوره دبیرستان شده و نزد بزرگانی چون عباس دیهیمی و تقی میرفخرایی مدرس زبان فرانسه در دانشگاه تبریز به کسب دانش پرداخت. دکتر شکویی سپس در دانشگاه تبریز در رشته تاریخ و جغرافیا مشغول به تحصیل شد و پس از چندی برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد راهی تهران شد. وی یکی از پایه‌گذاران دوره دکترای رشته جغرافیا در دانشگاه تربیت مدرس به شمار می‌آید که تلاش کرد تا در مجامع مختلف علمی از قبیل فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، هیئت رئیسه انجمن جغرافیدانان ایران، شورای عالی، کمیته جغرافیا در وزارت فرهنگ و آموزش عالی عضویتی فعال داشته باشد.